به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. کی به شما گفت همون آقایی که اینها را تاراج کرد؟ گفت شیر این گاو شیر ده را ما می نوشیم و می بریم. پیام دوگانه روحانی در کنفرانس وحدت اسلامی. رئیس جمهوری ایران هم به عربستان تاخت هم دست دوستی دراز کرد. در ادامه برنامه، شانزلیزه در تصرف جلیق زردها، پلیس پاریس دست کم 30 معترض را بازداشت کرد. هشدار سازمان ملل درباره سوء استفاده از مسکن‌های قوی، مرگ ده‌ها هزار نفر در آمریکا و کانادا به دلیل استفاده از ترامادول و فنتانیل. شکست سنگین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در برابر ازبکستان. مسئولان میگویند برد و باخت مهم نیست، مهم حضور زنان است. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. و من کسرا ناجی. کنفرانسی بین المللی در تهران که به نام وحدت میان مسلمانان برگزار شده، به جایگاهی برای انتقادهای تند ایران از عربستان تبدیل شد. بازتابی از رقابتی خونین و ویرانگر دو قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه که از سوریه در کرانه مدیترانه تا یمن در سواحل دریای سرخ را در بر گرفته. حسن روحانی گفت که بیگانه اتکایی اشتباه بزرگ تاریخی است و آمریکایی‌ها عربستان را تاراج کردند. و البته گفت که ایران آماده است با عربستان همکاری کند. در همین حال دولت ایران پیام محمد جواد ظریف وزیر خارجه را باز نشر کرده، پیامی با این مضمون که حکومت ایران دوام می آورد، شاید واکنشی به یک بحث تازه که می گوید با این فشارهای اقتصادی خرد کننده احتمال سرنگون شدن حکومت بیشتر از قبل است. چقدر در این شرایط منطقی می توان حرف از وحدت زد؟ حکومت ایران تا چه اندازه می تواند از استحکام خود مطمئن باشد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از شهریار سیامی. بیگانه اتکایی از بزرگترین اشتباهات تاریخی است. از آنچه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کنفرانس وحدت اسلامی گفته، شاید دشوار بشود تشخیص داد سیاست خارجی دولت روحانی وحدتگرایی است یا ادامه تنش با کشورهای اسلامی منطقه که در رأس آنها عربستان سعودی قرار دارد. از عربستان سعودی درباره ماجرای خاشقجی و بمباران یمن انتقاد می کند و حتی می گوید که آمریکا به آنها نگاه تحقیرآمیز دارد. گفت شیر این گاو شیر ده را ما می نوشیم و می بریم. جواب شما این بود. چی به شما گفت همون ابر قدرتی که به او تکیه کردید؟ گفت اگر ما نباشیم دو هفته شما امنیت ندارید. لااقل احترام ظاهری را از ارباب بخواهید، لااقل توهین‌های مستمر را از ارباب نپذیرید. سوی دیگر آنها را برادر می‌خواند و پیشنهاد می‌دهد از مردم آنها در مقابل تروریسم حمایت کند. ما حاضریم با همه توان از منافع مردم عربستان در برابر تروریسم و تجاوزگران و ابرقدرت‌ها دفاع کنیم، همونطور که ما به کمک مردم عراق شتافتیم، همونطور که ما به کمک مردم سوریه شتافتیم، همونطور که ما به کمک مردم افغانستان شتافتیم، همونطور که ما به کمک مردم یمن شتافتیم. از شما 450 میلیارد دلار هم نمیخواهیم. سعودی‌ها بدعت بدی گذاشتن در این منطقه. در سالهای اخیر رهبر ایران بعد از حادثه منا آنها را شجره خبیثه ملعونه نامید و 3 سال پیش تقریبا دیپلماسی ایران را در مقابل عربستان روشن کرد. ما با سعودی‌ها اختلافات متعددی در مسائل گوناگون سیاسی داریم، اما این را همیشه میگفتیم که سعودی‌ها در کار سیاست خارجیشون یک وقار و متانتی نشان میدن. این وقار و متانت رو هم از دست دادن.
چند تا جوان بی تجربه امور اون کشور رو در دست گرفتن، دارن اون جنبه توحش را غلبه میدن بر جنبه متانت و ظاهرسازی. این به ضررشون تمام خواهد شد. من هشدار میدم به سعودی ها. به هر حال از حرفای آقای روحانی چنین برمیاد که تنش ایران با حکومت عربستان سعودی ادامه دارد. رئیس جمهوری ایران در حالی از حمایت مردم عربستان صحبت می‌کند که سیاست‌های ایران در آنچه حمایت از مردم کشورهای منطقه خوانده، از جمله در عراق و سوریه، با انتقادهای گسترده همراه بوده. تا اینجای کار به نظر نمی‌رسد که ایران توانسته باشد یک ضلع مثلث عربستان، اسرائیل و آمریکا را که بر فشار بر ایران کمر همت بستن به خود نزدیک کرده باشد. شهریار سیامی، بی بی سی. مهدی خزعلی فعال سیاسی از تهران با ماست و همینطور محمد رضا سبزعلی پور تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از همین شهر. گفتگو رو با آقای خزعلی شروع میکنم. آقای خزعلی، این حرفای آقای روحانی پیشنهاد کمکی است از سر دوستی یا زخم زبانی است از سر دشمنی؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز، عرض کنم وقتی که یک رئیس جمهور مردم کشور دیگر رو خطاب قرار میده که به مردم کمک میکنیم، یعنی دولت اون کشور رو به رسمیت نمیشناسه. کما اینکه وقتی ما میگوییم چرا میگویید مرگ بر آمریکا، میگویند ما به مردم آمریکا نمیگوییم، یا ترامپ که مردم ما رو مخاطب قرار میده. این یعنی وضعیت دو کشور از نظر دیپلماتیک بسیار تیرباره که ما ناچاریم با مردم هم دیگه سخن بگوییم. اگر دیپلماسی فعالی باشد طبیعتاً مسئول با مسئول سخن میگوید و مردم برنامه‌شون جای دیگه است و نمایندگان مردم هستند مسئولین. این که با مردم مستقیم سخن بگیم جایی در دیپلماسی عمومی ما ندارد که هر رئیس جمهوری با مردم کشور دیگر سخن بگوید. این یعنی بین مسئولین رابطه قطع و خب تیر و تار از رابطه و نگران کننده است. نگرانی اصلی ما این است که وارد مرحله‌ای بشیم که خدای ناکرده جنگی بین ایران و عربستان و کشورهای همپیمان عربستان اتفاق بیفته که این برای هر دو کشور فاجعه آمیز است، برای عربستان بیشتر، برای ایران هم فاجعه آمیز است. امیدواریم که این تنش‌های کلامی بیشتر نشه و یه مقدار طرفین مراقب باشن، یه مقدار سر به خرج بدن، یه مقدار در کلام مراقبت بیشتر کنن که ما گرفتار یک جنگ ناخواسته به خاطر جهل مسئولینمون نشیم. هر دو طرف بازم آقای خزعلی از شما میپرسم، کنفرانس وحدت اسلامی سالهاست برگزار میشه، در این فضایی که شما ترسیم کردید هیچ حرفی میشه از وحدت اسلامی زد؟ هیچ نزدیکی به وحدت اسلامی دیده میشه؟ ببینیم، ما یک مسئله وحدت اسلامی داریم که اون مسئله نظری است بین فرق و مذاهب، مذاهب اربعه اهل سنت و مذهب شیعه امامیه. این شدنی است، اما بین حکومت‌ها دعوای مرزها و حکومت‌ها و سلطنت‌هاست. اون ربطی به اسلام نداره. تمام مذاهب اسلامی میتونند حول مشترکاتی که دارند که بسیار از در واقع تفاوت‌ها و اختلافات بیشتره میتونن متحد بشن، کما اینکه رأس این اختلاف از خلافت بلافصل بعد از پیامبره که شیعه معتقد است خاص علی و اولادش است و اهل سنت به خلفای راشدین قائلند. اونجا ببینیم امیرالمومنان با خلفای راشدین چگونه رفتار کرد، خلیفه اول و دوم و سوم چگونه رفتار کرد. ما پیرو همون علی هستیم و میتونیم همون گونه که علی رفتار کرد همون گونه رفتار کنیم، همون گونه که امام صادق ما میگه نماز پشت سر اینها مثل نماز پشت سر پیامبره. در اینها میتونیم وحدت داشته باشیم و گام‌های بزرگی هم برداشته شد. حتی میبینیم که بعضی از تعدی‌ها و اهانت‌هایی که میشد بعد از انقلاب ممنوع شد. یه جشن عمری می‌گرفتند بعد از انقلاب ممنوع شد و در ایران نذاشتن این اساءت به خلفای اهل سنت انجام بشه. گفتگو رو ادامه میدیم هم با شما و هم آقای سبزعلی پور، ولی همونطور که در مقدمه اول اشاره شد صحبت‌های وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس گفتگوهای مدیترانه‌ای واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. Population believes that engagement did not provide the intended results. مردم معتقدند تعامل نتایج مورد نظر را به همراه نداشته. به نظر من مردم ایران متحد خواهند شد و تحریم ها را از سر خواهند گذراند. ما دوران سختری را هم پشت سر گذاشته ایم.
دوباره میخواهم به جنگ ایران و عراق برگردم. 8 سال جنگیدیم، زمانی که همه پشت عراقی ها بودند. شوروی به عراق جنگنده میگ میداد، فرانسه جنگنده میراژ در اختیارشان میگذاشت، بریتانیا برایشان تانک چیفتن میفرستاد، آلمان ها بهشان تسلیحات شیمیایی میدادند، آمریکا به آنها هواپیمای شناسایی آواکس میداد، سعودی ها 75 میلیارد دلار تسلیحات بهشان میدادند، کویتی ها بندرشان را در اختیارشان میگذاشتند، همه به کمکشان آمدند و ما تازه انقلاب کرده بودیم. Everybody chipped in to support them and we were just out of a revolution. We survived. ما دوام آوردیم. نه تنها دوام آوردیم، پیشرفت هم کردیم. رو به جلو رفتیم. دوباره هم همین کار را خواهیم کرد. We will do it again. محمد جواد ظریف بود، وزیر امور خارجه ایران. این کنفرانس همزمان شده با توضیحاتی که آقای ظریف داد و مشابهت هایی که بیان کرد. آقای سبزعلی پور، بسیاری میگن که شاید پاسخ آقای ظریف برمیگرده به بحث هایی که ارتباط پیدا میکنه به فشارهای اقتصادی. ارزیابی شما چیه؟ با نام یاد خدا بابا سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. خدمت شما عرض کنم که صحبت‌های جناب آقای ظریف میتونه دو بخش داشته باشه. یه بخشش بحث تبلیغاتی است که به هر صورت در هر کنفرانسی ما مجبوریم به هر صورت صحبت‌های اینچنینی داشته باشیم که در برابر رسانه‌ها زده بشه. یک بخشش برمیگرده به واقعیات. توی واقعیات ما به این شکل نیست که تحریم ها هیچ گونه تأثیری نداشته باشه و نتونه به هر صورت ما رو آزار بده، اما یک بخشی از صحبت های آقای ظریف رو من قبول دارم. ما از این اوضاع بدترش رو دیدیم در دوران جنگ هم که ایشون مثال زدن. بله، دوران خیلی سختی بود و ما با وجود این مردم جانشون رو میذاشتن، مردم همه جوره با عشق و علاقه میرفتن و از مملکت و کیان مملکتشون دفاع میکردن. منتهای مراتب بحث بر اینه، اون زمان بود، الان قضیه فرق کرده. در اون زمان مسئولین هم مسئولین متفاوتی بودن، مسئولین برای مملکت کاملا با جان و دل کار میکردن، مسئولین همدیگر رو قبول داشتن، همدیگر رو برادر میدونستن، هر کس یک یادداشت برای یکی میفرستاد به دیده منت میگذاشت، اون کار رو انجام میداد. اون موقع حقوق نجومی نبود، اون موقع لاکچری بازی و خدمتشون کاخ ها و هزاران میلیارد و این حرفا نبود. اون موقع یکی نمیومد تو تلویزیون بشینه برگرده بگه یه مریضی 2 سال میخواد اضافه زندگی بکنه 1 میلیارد دیگه ما چرا باید هزینه بکنیم. اون موقع قضیه فرق میکرد. الان هم میتوانیم ما تحریم ها رو فرصت بدیم، فرصت بدونیم برای اینی که رشد بکنیم. منتهای مراتب با این مسئولینی که من الان دولت مردانی که میبینم، بعید میدونم که بتونیم از اینها به عنوان فرصت استفاده بکنیم و در نهایت ما اگر بخواهیم خدمت شما عرض کنم تحریم ها رو فرصت بدونیم، بایستی از تولید دفاع بکنیم، بایستی از کارآفرین دفاع بکنیم. ولی ما الان داریم میبینیم واحدهای تولیدی دارن گریه میکنن. چطوری شما میخواهید از این به عنوان فرصت استفاده بکنید و بگویید که ما میتوانیم، اما نه با این دولت مردانی که خودشون رو به هر صورت غالبا لوکس میدونن و نه ارزشی برای تولید قائلن، نه ارزشی برای کارفرما قائلن و هر چرخی که میچرخه خودشون یه چوب برمی‌دارن میذارن لای این چرخ. چجوری میتونی با این وضعیت؟ اقتصاد مقاومتی چند ساله به حساب گفته شده، اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم شدن اقتصاد. چقدر ما اقتصادمون رو تونستیم مقاوم کنیم؟ اگه این دولت عوض بشه فکر میکنید که مشکل حل میشه؟ ببینید، بحث دولت نیست. من نمیدونم چه دولتی بعدن میاد سر کار. ببینید، این آدمی که میاد سر کار و سیاستهایی که تدوین میکنه مهمه. شاید یک کسی دیگه بیاد سر کار، سیاستهای خوبی رو تدوین بکنه، تیم خوبی رو انتخاب بکنه و با جان و دل کار بکنن. شاید یکی دیگه بیاد، من نمیدونم، بدتر از آقای روحانی باشه. اصلا نمیدونم، من پیشگو نیستم، اما میدونم هستن کسانی که میتونن توی این مملکت به نحو اصلا کارآمد هستند و متحد هستند و دلسوز میتونن کار بکنن. آقای خزعلی، شما چی فکر میکنید؟ بله، همینطور که فرمودن، مسئولین اون موقع ایستن. اون موقع پدر ما که عضو شورای نگهبان بود، 2 فرش معمولی کرمان داشت، دستباف بود، فروخ برای جبهه داد و گفت ماشینی کافیست. اما الان مسئولین اون نیستن و مردم هم اون نیستن و واقعیت این است که جنگ هم اون جنگ نیست. اون موقع به هر حال قوای بزرگ میخواستن این جنگ استمرار پیدا کنه، مثل 6 سال داعش.
ولی وقتی که خواستن صدام رو بردارن ظرف 20 روز برداشتن. باید بدونیم طرف ما دیگه اون صدام نیست که نیروهای برتر میخواهند این جنگ فرسایشی بین ایران و عراق ادامه پیدا کنه. پس اونطوری قیاس نکنیم حرف آقای ظریف مثل حرف آقای محسن رضایی که میگفت جنگ جنگ تا پیروزی و فکر میکرد از کربلا به قدس هم میرسه. نخیر، این حرفا نیست، واقعا فشارها جدی است و من معتقدم که این که گفته ما دووم میاریم هم تایید میکنم. دووم میاریم به این معنا که اینها باز هم جامهای پیاپی زهر رو نوش خواهند کرد و تسلیم خواهند شد و مذاکره هم خواهد شد، اما وقتی که کارت به استخوان ملت رسید. ما معتقدیم که بایستی بعد از 40 سال که رجال سیاسی قدرت رو دست به دست کردن و این بلا رو سر اقتصاد ما، سر سیاست ما، سر فرهنگ ما آوردن، باید اینا برن کنار به عنوان مشاور باشن که بدونی هر کارون رو کردن. تا چه حد باید برن کنار آقای خزالی؟ تا چه سطحی؟ من معتقدم همه رجال سیاسی که امتحانشون رو پس دادن در واقع مسئولیت در جمهوری اسلامی رو ما با نتیجه‌ای که به دست اومده، با نتیجه‌ای که این شرکت رو به ورشکستگی رسوندن. ببخشید آقای خزالی، من می‌خوام شما روشن‌تر بگید، در سطح وزیر و وکیل برن یا در سطح رئیس جمهور و رهبر؟ در همه سطوح بایستی ما تغییرات داشته باشیم. حالا در سطح قوه مجریه، قوه مقننه و انشالله در مرحله سوم قوه قضاییه انشالله. آقای علیپور شما چی فکر میکنید؟ یعنی باید در این سطوح تغییر بیاد تا اون چیزی که شما مد نظرتون هست محقق بشه؟ من خودم نقاد هستم، منتقد سرسخت سیاست ها و عملکرد غلط اقتصادی حالا بعضا دولت هستم و سر همین انتقادم هم وای میستم خدمت شما عرض کنم. منتهی مراتب ضمن احترامی که به نظرات جناب آقای خزعلی قائلم، اما میخوام بگم که با برخی از نظرات ایشون و دیدگاه های ایشون اختلاف نظر دارم. آقای خزعلی به صورت کمباینوار حرکت میکنن و همه رو درو میکنن. اگه قرار هست ما به عنوان نقاد صحبت بکنیم، به عنوان نقد کننده صحبت بکنیم، باید به هر صورت یه تفکیکی به این وسایل قائل بشیم. من نظرم برای این هستش که ما با همین وضعیت، حتی همین دولت میتونه به هر صورت کار بکنه اما اراده نداره، یعنی سیاستش برای این هستش که من میتونم بگم خود دولت داره نارضایتی به وجود میاره، یک سری سیاست هاست که اینجا جای گفتنش نیست، داره این قضیه رو به سمتی میبره که هدایت بکنه به یک سمت دیگه. و مطمئن باشید که این دولت، دولت ناکارآمدی نیست، دولت کارآمدی است، اما سیاستی که تدوین کردن و علنا نمیگن، دو جور صحبت میکنن، یکی در حالت ظاهر میگوین ما میخواهیم، میگوین ما میتوانیم، میگوین ما این کارو میکنیم، ولی یک سیاستی دارن که خودشون بین خودشون دارن اون رو تدوین میکنن و نظرشون برای این است که فشار به مردم بیاد، در صورتی که میتونن جمع بکنن، فشار به مردم بیاید، مردم آزار و اذیت بکشن، مردم در نهایتا به اینجاشون برسه، مردم بریزن خیابون، اینها بتونن جهت شعارها رو عوض بکنن و نهایتا به خواسته های خودشون برسن. این غلطه، ما افراد نیستن که به هر صورت دارن، سیاست ها و برنامه هایی است که داره توی این مملکت غلط اعمال میشه و در غیر این صورت میتوانیم به درد مردم برسیم. ما الان راجع به عربستان صحبت میکنیم، راجع به جاهای دیگه، مردم خودمون واقعا مشکل دارن. الان شب عید داره نزدیک میشه و مردم سفرهشون سفره پر خدمت و زرق و برقی نیست. اون وقت آقای ظریف میگه ما میتوانیم چی میتوانیم؟ دوام میآوریم، حکومت دوام میآورد. آقای ظریف گفته 100% حکومت دوام میاره، حکومت هیچ وقت تکون نخواهد خود، مطمئن باشید متزلزل نیست. اما مردم چی، دوام میآورن با این وضعیت یا نه؟ بله آقای خزعلی، چند روز پیش یک تشکل دانشجویی خواهان این شده بود که آیت الله خامنه‌ای از 40 سال کارنامه انقلاب حرف بزنه، دربارش توضیح بده. من دیدم که در شبکه‌های اجتماعی از قول ایشون گفته شده که 40 سال پیروزی بر آمریکا، 40 سال از جمله پیروزی در یمن، سوریه، عراق و جاهای دیگه. من در سوریه رو که واقعا بازی میدونم، واقعا ما در باتلاق سوریه گرفتار شدیم و آقای قاسم سلیمانی رو پاسخگوی خون همه شهدا و عزیزان سوری، عراقی، افغانی و ایرانی میدونم و متاسفانه بعد از 6 سال که جنگی بود که اونها میخواستن ادامه پیدا کنه، میبینیم که ایران رو چقدر راحت حذف کردن از بازی سوریه و ایران سرفکنده از بازی خارج شده، در بازی قرار نداره و میتونست جلوی انقلاب مردم نایسته، بگذاره همون بهار
عربی بشار اسد رو عوض کنه، فرد جایگزین سوریه با توجه به نفتی که ما به سوریه میدادیم رابطهش با ما بهتر از بشار اسد هم میشد. یک خطاست. در بقیه جاها هم همینطوره. ما ماجراجویی نباید بکنیم، دخالت در جاهای دیگه نباید بکنیم. ما بایستی سرزمین خودمون رو آباد کنیم، مثل آلمان غربی که با آبادی آلمان غربی آلمان شرقی به اون ملحق شد. اگر میخواستیم انقلاب رو صادر کنیم بایستی با رفاه، با آسایش، با امنیت، نه با فقر و فساد و فحشا. امروز شما به جای انقلاب دارید، عذر میخوام، فاحشه به سرزمین های دیگر صادر میکنیم و این باعث سرفکندگی کشور ماست و ما سرمون رو نمیتونیم بلند کنیم. این حاصل این 40 ساله. من نمیتونم از این 40 سال دفاع کنم، نه دهه اول نه سه دهه بعدش قابل دفاع نیست. دهه 60 اعدام های دست جمعی رو داشتیم که قابل دفاع نیست، بعد از اون هم دیگه میدانید. خب آقای علی پور، بسیاری میگن که انتقادها از دولت، انتقادها به بخش کوچک از حاکمیته که چندان هم مؤثر نیست. ببینید، اصلاً به این شکلی که آقای خزعلی تفسیر و تحلیل میکنن من به این شکل اعتقاد ندارم. نظرم بر این هستش که اگر سوریه رفتن و سیاست حالا غلط بوده، به احترام این شهدایی که ما دادیم در سوریه، نبایستی به این شکل راجع به این قضیه قضاوت بکنیم. و اگر هم الان ایشون میفرمایند ما فاحشه داریم صادر میکنیم، ما صادر نمیکنیم. وضعیتی که به هر صورت به این شکل در اومده، اگر همچنین چیزی هست، وضعیت به وجود، چرا همون زمان جنگ ما این کارها به حساب اتفاق نمی افتاد اینجا؟ پس این حاصل و محصول سیاست‌های غلطه. این که می‌فرمایید دولت یک بخشی از حاکمیت هست، ببینید قوه مجریه است، تمامی کارهای اجرایی در اختیار اینه. حالا شما انگشت اتهام رو میبرید به سمت مقام بالاتر، اما مقام بالاتر دخالتی از اون بابتی که بیاد توی مسائل ریز داشته باشه نداره. این بحثی است که ما الان داریم میکنیم و یک آدرس غلط داریم میدیم. اینو دولت داره میده، آقای روحانی خودش علنا نمیگه، ولی بارها تو دولت با تفنگ خدمت شما عرض کنم، بعضیا نمیذارن، این کارو نمیکنن. هیچ شجاعت اینم نداره که حداقل بیاد بگه فلانی. این رو که نداره، مردم میان مردم قضاوت میکنن و اسامی مختلف میاد وسط. من نظرم بر این است که دولت مسئوله، دولت اختیار داره، بخش اعظم اختیارات در اختیار دولت هست. با همین اختیاراتی هم که داره و با همین حجمی هم که هست، میتونه به داد مردم برسه و مردم رو از این مشکلات نجات بده. ممنونم از محمد رضا سبزعلی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی، و همینطور مهدی خزعلی، فعال سیاسی از تهران با ما. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. مدیر کل حمایت از مشاغل در وزارت کار ایران میگوید این وزارتخانه نمیتواند برای آزادی اسماعیل بخشی، نماینده کارگران معترض هفت تپه، کاری کند، چون اتهامهای او ظاهرا امنیتی است. اعتراضهای اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از 20 روز پیش شروع شد. این کارگران خواستار دریافت حقوق عقب افتاده خود هستند و میگویند مشکلاتشان از زمان خصوصی شدن این شرکت افزایش یافته. کارگران شرکت فولاد اهواز هم در دو هفته اخیر در اعتراض به دریافت نکردن حقوقشان و در همبستگی با کارگران معترض نیشکر هفت تپه تجمع‌هایی برگزار کردند. رئیس شورای علمای کابل بعد از ظهر امروز در کابل ترور شد. پلیس کابل این خبر را تایید کرده و گفته که یکی از حمله کنندگان به عبدالبصیر حقانی را بازداشت کرده. هنوز مشخص نشده که این ترور با چه انگیزه ای صورت گرفته. دولت بحرین اعلام کرده که در انتخابات پارلمانی 67% واجدان شرایط برای رأی دادن شرکت کردند. انتخابات بدون حضور نامزدهای اکثریت شیعه برگزار شده. عفو بین الملل گفته گزارش های از بازداشت مخالفان سیاسی دریافت کرده که به شدت نگران کننده است. از حدود 7 سال پیش بحرین ناآرام است. مخالفان خواستار استقرار نظام مشروطه و انتخاب نخست وزیر از طریق رای گیری هستند. دولت ترکیه طرح آمریکا برای قرار دادن پست بازرسی نظامی در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه را محکوم کرد. آمریکا میگوید هدف از این پست‌های بازرسی کاهش تنش میان ترکیه با شبه نظامیان کرد و متحدان واشنگتن در مناطق شمالی سوریه است. وزیر دفاع ترکیه گفته که پست‌های بازرسی آمریکا میتواند تلاش برای محافظت از نیروهای کرد تعبیر شود. ترکیه و شبه نظامیان کرد اخیراً در مناطق مرزی با هم درگیر شدند.
در ادامه اعتراض‌های خیابانی در فرانسه هزاران نفر در پاریس با پلیس درگیر شدند. در گوشه و کنار کشور هم تظاهرکنندگان رفت و آمدهای جاده‌ای را مختل کردند. دست کم 47 نفر در پاریس دستگیر شدند. اعتراض اصلی آنها به بالا رفتن قیمت بنزین و گازوئیل است. دولت فرانسه می‌خواهد مصرف سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و مردم را تشویق کند که خودروهای الکتریکی بخرند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. به این راهپیمایی در فرانسه اعتراض جلیق زردها می‌گویند. به این معترضها از سوار شدن بر خودروهای الکتریکی و یک سبک زندگی سبز نگویید. جلیق زردها که به بالا رفتن قیمت بنزین و گازوئیل اعتراض دارند، حاضرند برای آن باتون بخورند و گاز اشک‌آور. آنها می‌خواهند شخص رئیس جمهور امانوئل مکرون استعفا دهد. معترضان می‌گویند سیاستمداران در برج‌های عاج نشستند، ولی برای ما که غم نان شب داریم، قیمت بنزین و گازوئیل را بالا می‌برند. ما اسم می‌کنیم سال‌هاست داریم سخت کار می‌کنیم، ولی سرمون کلا رفته. چون دولتی ها دارن پادشاهی میکنن، ولی یکی مثل من 22 سال کار میکنه ولی به زور ماهی 1400 یورو دستش میاد. ما مشکل قیمت سوخت داریم، بله درسته، ولی این مسیری است که باید برای رسیدن به یک اقتصاد کم کربن بریم. این شرکت های نفتی هستن که قیمت بنزین را بالا بردن، اما یک شهروند معمولی وقتی باک ماشینش رو پر میکنه قیافه من میاد جلو چشمش. فرانسه امروز کشور یک تضاد مهم است. آیا پرچمدار نجات زمین از خطر سوخت‌های فسیلی باشد یا الگوی توجه به اقشار آسیب‌پذیر که متکی به سوخت فسیلی هستند؟ 3 سال پیش بسیاری در فرانسه می‌گفتند اولی، و از اینکه دنیا در پاریس گرد آمده بود تا برای دوری از سوخت‌های فسیلی توافق کند احساس غرور می‌کردند. اما امروز سیاست‌های اقتصادی امانوئل مکرون محبوبیت او را در فرانسه به زیر 30% برده که تاکنون 300 هزار معترض را به خیابان‌های فرانسه کشانده و امروز هم 30 هزار نفر را در پاریس گرد هم آورد. شعارهای زیست محیطی امانوئل مکرون بین این معترض‌ها خریدار ندارند. آنها می‌گویند اقتصاد سبز پیشکش. این جنبش یک جنبش زرد است. سیاوش اردلان، بی بی سی. فرهاد خسرو خاور استاد جامعه شناسی مدرسه عالی مطالعات اجتماعی از پاریس با ماست. آقای خسرو خاور، میخواستم از خدمتون بپرسم که شما این تظاهرات رو چگونه میبینید؟ از یک طرف صحبت از اینه که به هر حال ممکنه نارضایتی عمومی باشه، از یه طرف صحبت از اینه که شاید این گروه های راست و چپ هستن، افراطی چپ و راست هستن که دارن دامن میزنن. قضیه میخوام بگم علاوه تاریخی لااقل برمیگرده به حوالی 30 سال پیش و پدیده ای است که علاوه جامعه شناسی بهش متخصصین به نام لا فرانس پریفریک یعنی فرانسه حاشیه ای بهش اطلاق میکنن. اینها گروه هایی هستن که نه اونقدر فقیرن که دولت بهشون بتونه کمک بکنه و نه اونقدر غنی هستن که بتونن زندگی عادی داشته باشن. گیر کردن بین این دوتا، فکر میکنن و خیلی هاشون هم خب حتی ابعاد نژاد پرستانه پیدا میکنن، فکر میکنن که دولت فرانسه فقط کمک میکنه به دست پایینی هایی که اکثرا خب از کشورهای مسلمان آمدن یا از سیاه پوستا، بنابراین تمام بودجه دولت صرف اونها میشه و به اینها که در سطح طبقه متوسط پایین هستن هیچ نوع کمکی نمیشه. در این قضیه این ژیل ژون ها به قول فرانسوی ها یک مطرح شد وجود نداره یا اگر اساساً یکی دوتا در روز نداره شروع شد و اکس داره تبدیل به یک نوع خواهم بگم نزلند یک نوع گورستان. خب میسیم که مشکل فنی صدا داریم،
صدای آقای خسرو خاور رو درست نمیتونیم بشنویم، شاید دوباره به او برگردیم. در ادامه این برنامه 60 دقیقه، گزارش‌های بی بی سی فارسی از مرگ ده‌ها هزار نفر در آمریکا و کانادا به دلیل سوء استفاده از مسکن‌های ترامادول و فنتانیل. شکست سنگین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در برابر ازبکستان. مسئولان می‌گویند برد و باخت مهم نیست، مهم حضور زنان است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک شنبه گرد هم می‌آیند تا درباره پیشنویس توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا ساعتی پیش وارد بروکسل شد. او با رهبران اتحادیه اروپا از جمله دونالد توسک رئیس شورای اروپا و ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد. بهرنگ تاجدین خبرنگار ما برای پوشش نشست فردا به بروکسل رفته. بهرنگ، اول از این نشست بگو، فردا نشستی برگزار میشه یا نه؟ جمال، تو چند روز گذشته در مورد برگزار شدن یا نشدن نشست یه ابهاماتی بود به دو دلیل. دلیل اولش این بود که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته بود که حاضر نیست بیاد به نشست یک شنبه و اونجا بخواد چونه بزنه. یعنی حرف خانم مرکل این بود که باید تمام چونه زنی‌ها، تمام مذاکرات قبلش انجام شده باشه، تصمیم گیری یا انجام شده باشه و سران که فردا اینجا در مقر اتحادیه اروپا جمع میشن فقط بیان به صورت حالا به نوعی فرمایشی امضا کنن و نهایی کنن که اتحادیه اروپا از این توافق 585 صفحه‌ای دست کمی از عهدنامه مفصل نداره، این رو تایید میکنن و اون موقع میتونه بره به مجلس بریتانیا و پارلمان اروپا برای تایید نهایی. به نظر میاد که از اون موقع اون مذاکرات نهایی انجام شده و دو طرف بریتانیا و اتحادیه اروپا به توافق رسیدن سر متن نهایی، هم توافق خروج هم بیانیه سیاسی که قراره بگه که روابط تجاری آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا چطور خواهد بود. سر این به توافق رسیدن. دونالد توسک رئیس شورای سران اتحادیه اروپا همین چند ساعت پیش تو توییتر اعلام کرد که میخواد توصیه کنه به سران که از این توافق حمایت کنن. مسئله دوم هم این بود که نخست وزیر اسپانیا گفته بود که سر جبل الطارق، شهر دولت کوچیکیه در طبیعتا نزدیک تنگه جبل الطارق که از قرن 18 هم تحت حاکمیت بریتانیاس و اسپانیا یه مقداری سر اون در واقع ادعای مالکیت داره و سر اون اختلاف هست و اسپانیا هم از اون طرف تهدید کرده بود که نه، ما باید مسئله جبل الطارق جدا از مذاکرات درباره روابط آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا انجام بشه، که به نظر میاد دو طرف یه مقداری سر این موضوع به توافق رسیدن، هرچند که بازم بین این که سر چی به توافق رسیدن اختلاف هست. خانم می میگه هیچی تغییر نکرده، از اون طرف وزیر خارجه اسپانیا ادعا کرده که به نوعی بریتانیا عقب نشینی کرده و گفته حاضره بشینه در مورد سرنوشت آینده جبل الطارق مثلا با اسپانیا مذاکره کنه. در هر صورت شرایط به نظر میاد که جلسه فردا برگزار میشه. بله، در هر صورت اونطور که توضیح دادی خیلی از حرفا نهایی شده. با این وصف چقدر میشه گفت که فردا یک نشست مهم تلقی میشه و غیر نمادین؟ مهم اهمیت این نشست در اینه که تا الان از موقعی که از یک سال و نیم پیش که بریتانیا با دادن نامه‌ای عملاً اعلام کرد، رسماً اعلام کرد که این فرایند خروج از اتحادیه اروپا را شروع می‌کنه، بریتانیا و اتحادیه اروپا مقابل هم بودن، حریف هم بودن، به نوعی رقیب هم بودن توی مذاکرات. اما وقتی که سران اتحادیه اروپا اینو تایید کنن، به نوعی دو طرف میان با همدیگه جمع میشن. به نظر نمیاد که این توافق برای تصویبش در پارلمان اروپا به مشکل جدی بر بخوره، ولی خانم می در داخل خود بریتانیا مشکل جدی داره. حدود طبق آخرین شمارش ها حدود 70 نفر از 300 و
15 تا نماینده حزب محافظه‌کار، حزب خود خانم می، گفتن که حاضر نیستن به این توافق رأی بدن و اشکالاتی بهش دارن. حالا مسئله اینه که از این به بعد تا وقتی که احتمالاً توی کمتر از یک ماه آینده این توافق بیاد به پارلمان بریتانیا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به نوعی با همدیگه هماهنگی میکنن، چون به یه توافق رسیدن که هر دو طرف میخوان این توافق اجرایی بشه. و برای اتحادیه اروپا شاید مهمترین مسئله، حتی مهمتر از این که به هر حال دونالد توسک هم گفته بود که اونا خیلی دلیلی برای خوشحال بودن نمیدونن، ولی مسئله شون اینه که اتحادیه اروپا خیلی مشکلات دیگه داره که میخواد موضوع خروج بریتانیا رو سریعتر حل کنه بتونه به مشکلات دیگه برسه. ممنونم از بهرنگ تاجدین در بروکسل. خبرگزاری ایرنا گزارش داده برای آگاهی رسانی درباره ایدز و ترویج آزمایش HIV در تهران روز یکشنبه پیش از بازی دو تیم فوتبال پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز، کلینیک های سیاری در نظر گرفته شده تا تماشاگران بتوانند آزمایش HIV بدن. در این گزارش آمده که این آزمایش ها محرمانه و رایگان خواهد بود. این آزمایش ها تنها برای مردان است و از اونجا که زنان اجازه ورود به ورزشگاه را ندارن، امکان انجام آزمایش HIV برای اونها نیست. کامیار علایی، رئیس انستیتوی جهانی بهداشت و آموزش بین المللی، از نیویورک با ماست. آقای علایی، این نوع آگاهی رسانی تا چه حد مرسوم هست و تا چه حد میتونه مفید واقع بشه؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. همونطوری که می دونید بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، نزدیک به 50% از موارد جدید شناسایی از طریق رابطه جنسی محافظت نشده مبتلا به HIV/AIDS و این نشون میده که روند انتقال HIV در حال تغییر هست و به سمت رابطه جنسی محافظت نشده روی پیدا کرده که مهمترین گروه آسیب پذیر جوانان هستند. این کاری که الان مطرح شده به نظر نشون میده که سیاستگزاران دارن روششون رو عوض میکنن، به جای اینکه بسنده بکنن به یک سمینارهای چند ساعته در سال یا ارائه مطالبی در کنفرانس ها یا به مجلات یا به صورت تلویزیونی وارد بافت جامعه بشن و بیان با جوانان یک ارتباط مستقیمی داشته باشن. اما مسئله که هست اینه که تنها ارائه آزمایش به صورت مقطعی و از طریق وند بدون آگاهی سازی مناسب مؤثر واقع نخواهد شد. چرا؟ چون این جوان همون جوانی هست که هنوز فکر میکنه فردی که مبتلا به HIV/AIDS حتما یک کار غیر اخلاقی کرده، یا اینکه میگه گیرم که من مبتلا به HIV باشم چه فایده ای داره، خانواده متوجه میشن منو طرد میکنن، یا اینکه هیچ گونه درمانی ممکنه براش وجود نداشته باشه. به خاطر همین تا وقتی که ما این دیدگاه رو تغییر ندیم و فرهنگ جامعه رو به سمتی نیاریم که بیان با آغوش باز با یک فرد مبتلا به HIV/AIDS برخورد بکنن، این روش‌های مقطعی نمیتونه بسیار مؤثر باشه. آقای علایی، اصلا مسئله ایدز و HIV چقدر در ایران گسترده است؟ مسئله HIV/AIDS در ایران در واقع در حال گسترش هست. حدوداً بیش از 120,000 مورد تخمین زده در ایران گزارش شده، ولی متاسفانه کمتر از 30% از این موارد شناسایی شده. یعنی 70% از موارد مبتلا هیچ گونه اطلاعی از وضعیت خودشون ندارن. از طرف دیگه وزارت بهداشت متعهد شده تا 2 سال دیگه 90% از مواردی که مبتلا به HIV/AIDS هستن رو شناسایی کنن. یعنی فکر کنین از 30% تا 90% یک فاصله بسیار زیادی هست. به همین خاطر باید روش‌های گذشته تغییر پیدا کنه، باید افراد شاخص جامعه، هنرمندان، فوتبالیستا یا ورزشکاران واقعا پا به عرصه بذارن و خودشون بیان تست بدن. خب ببینید، مشکل اینجاست که خود حکومت و فرهنگ سیاسی حکومتی کشور اجازه نمیده که این صحبت‌ها در جامعه مطرح بشه، و برای همین هم است که شاید این نوع آگاهی رسانی شاید فقط به تعداد معدودی یا بخش کوچکی از جامعه به اصطلاح گسترش پیدا کنه و آگاهی بده. نکته مهمی رو اشاره کردین.
در واقع ولو اینکه حتی سیاستگزاران علاقه‌ای به گسترش آزمایش HIV AIDS نداشته باشند که من خیلی مطمئن نیستم، نهادهای غیر دولتی هستند که مهمترین نقش رو در کنترل HIV AIDS در خیلی از کشورهای دنیا دارن، اما متاسفانه در جایی که ما میبینیم خیلی مراکز غیر دولتی هستند در مورد بیماران سرطانی، بیماران دیابتی، MS، شما چند تا نهاد غیر دولتی خود در واقع خودجوش دارید که نه اینکه اونهایی که از وزارت بهداشت بودجه میگیرن که بیان فکر کنن این مسئله مهمی هست، یا هیئت امنایی از بنیادهای خیریه که بیان در این مسئله وارد بشن، یا هنرپیشه های زیادی ما داریم که اینا مخاطبهای میلیونی دارن. شما نگاه کنید تو اینستاگرام میلیون ها نفر فالوور در واقع چند بار میان در مورد سلامت جنسی یا دادن آزمایش HIV یا استفاده از کاندوم صحبت کنن. خب حالا با آوردن این کلینیک های سیار به داخل ورزشگاه، خب این قدم اولی است، حداقل قدمی است در جهت درستی. قطعا همینطوره، این قدم خوبیه که در واقع سیاستگزارا پذیرفتن که باید راه‌های سنتی رو کنار بذارن و دونستن که در 2 سال آینده باید درصد مواردی که شناسایی میشه افزایش بدن، اما این کارها فقط نباید منحصر به برنامه‌های محدود از طرف وزارت بهداشت یا سازمان‌های باشه که از طرف وزارت بهداشت تأمین مالی میشن، بلکه باید سایر نهادهای غیر دولتی هم وارد بشن. به عنوان مثال ما چقدر سرباز داریم در جامعه؟ این سربازا همونایی هستن که در دبیرستان بودن، وارد دانشگاه نشدن یا بعد از دانشگاه شغلی نداشتن. هیچ گونه برنامه‌ای برای صدها هزار جوانی که وارد سربازی میشن وجود نداره. یا دانشگاه‌ها، در گذشته زمان آقای خاتمی 2 واحد بود به عنوان تنظیم خانواده که چند ساعت در مورد HIV AIDS یا بهداشت باروری صحبت میشد، اون واحد رو برداشتن. یا یادم سال 2005 ما مشورت میدادیم برای سازمان آموزش و پرورش که یک کتابچه تهیه بشه برای آموزش مدارس دبیرستان ها که متاسفانه وزیر زمان آقای احمدی‌نژاد اومد گفت شرم بر شما باد که همه کتابا رو برد توی انبار. وقتی که ما آموزش به جوانها ندیم چه انتظاری داریم با این برنامه های مقطعی بتونیم در واقع افراد رو یک اطلاع بهشون بدیم در مورد HIV AIDS، دوم تشویق کنیم که بیان درمان بشن. آقای علایی خیلی ممنون. کامیار علایی مدیر مرکز جهانی بهداشت و حقوق انسانی از دانشگاه ایالتی نیویورک با ما بود. من از شما تشکر. کاخ سفید گزارش نهادهای دولتی را درباره تأثیر تغییرات آب و هوایی بر اقتصاد آمریکا رد کرده. 13 مؤسسه دولتی آمریکا در گزارش خود گفتند که تغییرات اقلیمی می تواند تا پایان قرن صدها میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمه بزند و به مرگ هزاران نفر منجر شود. نظری در مقابل نظر رئیس جمهوری آمریکا. سخنگوی کاخ سفید گفته که مبنای این گزارش بدترین سناریوی ممکن است و تأثیر فناوری و سیاست‌های کنترل جمعیت را نادیده گرفته. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. آتش خانمانسوز هفته‌های اخیر در ایالت کالیفرنیا که حالا یک گزارش مفصل و مشترک چندین دستگاه دولتی آمریکا می‌گوید با شدت گرفتن تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین شاهد تکرار و تشدید آنها خواهیم بود. هشدار در مورد تأثیر مستقیم و ملموس آب شدن یخ‌های قطبی، بالا آمدن سطح اقیانوس‌ها و خشکسالی در بعضی مناطق و سیلاب‌های مخرب در مناطق دیگر بر اقتصاد آمریکا. این گزارش 1600 صفحه‌ای که بر اساس قانون مصوب کنگره هر 4 سال باید منتشر شود، می‌گوید تغییرات اقلیمی اقتصاد آمریکا را 10% کوچکتر خواهد کرد و صدها میلیارد دلار به زیرساخت‌ها، بخش کشاورزی و سلامت مردم ضرر خواهد زد. کارشناسان می‌گویند این گزارش تصویری بسیار نگران کننده از آینده نچندان دور در آمریکا به دست می‌دهد. یکی از نکات تکان دهنده گزارش اینه که احتمال داره در آینده شاهد آتش سوزی های گسترده ای نظیر اون چه در غرب آمریکا اتفاق افتاد در جنوب شرقی آمریکا هم باشیم. گزارشی از دستگاه‌های دولتی آمریکا در تضاد کامل با مواضع رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ همین 3 روز پیش بار دیگر با اشاره به هوای سرد این چند روزه در شرق آمریکا اصل تغییرات اقلیمی را به سخره گرفت و نوشت
پس کو آن گرمایش زمینتان؟ آقای ترامپ از حرف فراتر رفته و در دو سال گذشته بسیاری از محدودیت‌هایی که دولت اوباما برای کاهش آلاینده‌ها وضع کرده بود را لغو و آمریکا را از توافق پاریس برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و کم کردن مصرف سوخت‌های فسیلی خارج کرده است. سخنگوی کاخ سفید هم مفاد این پژوهش را رد کرده و گفته تهیه کنندگانش به دو عامل کمک بالقوه نوآوری‌های فناوری و کاهش احتمالی جمعیت جهان توجه نکردند. 13 نهاد دولتی آمریکا اما می‌گویند سرمایه‌گذاری بر روی انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و مالیات بستن بر تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای راه حل‌های اصلی برای پیشگیری از ضربات جبران ناپذیری است که روند کنونی تغییرات اقلیمی به اقتصاد این کشور خواهد زد. اختلاف فاحش صاحبان قدرت در دولت آمریکا با بدنه کارشناسی این دولت، گزارشی که دست کم هزینه سیاسی پافشاری آقای ترامپ بر شک و شبهه ایجاد کردن در تغییرات اقلیمی را قدری افزایش خواهد داد. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک. سازمان ملل متحد میگوید جهان در آستانه اپیدمی سوء استفاده از داروهای مسکن قوی مثل ترامادول و فنتانیل است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده ورود فنتانیل به بازار مواد مخدر آمریکای شمالی در دو سال گذشته جان ده‌ها هزار نفر را در آمریکا و کانادا گرفته و سوء استفاده از داروی ضد درد ترامادول هم امسال در آسیا و آفریقا شیوع فراوانی پیدا کرده. از امروز در مجموعه گزارش‌های مستندی به نام فنتانیل براتون پخش می‌کنیم که در اون همکارم امیر پیام با سفر به ونکوور که به یکی از کانون‌های اصلی این اپیدمی تبدیل شده از نزدیک جوانب مختلف این بحران رو بررسی کرده. یازده سال پیش داستان مهاجرت من از اینجا شروع شد. ونکوور، شهری که در دو دهه گذشته همیشه یکی از پنج شهر برتر جهان بود. شهری مهاجرپذیر که حالا بیش از 52% از ساکنان اون به زبانی غیر از انگلیسی با هم صحبت میکنند. کرانه‌ای در غرب کانادا که اقیانوس آرام، کوه و جنگل به هم رسیدن و میزبان برخی از گرانترین محله‌های جهان شد. در این برج‌ها کوچکترین آپارتمان نزدیک به $1,000,000 قیمت دارد. من اما این بار به ونکوور برگشتم تا موضوعی فرای زیبایی‌ها و سبک زندگی این شهر رو دنبال کنم. علت بازگشت من بحرانی است که ونکوور و کانادا مثل آمریکا در 4 سال گذشته با اون به شدت درگیر بود. سال گذشته 85% از اووردوز ها به فنتانیل ربط داشته. هروئین 2 برابر مورفین قدرت داره. فنتانیل 100 برابر مورفین قدرت داره. اووردوز پارسال 365 نفر رو در ونکوور کشت، یعنی روزی 1 نفر. من به عمرم اینجا ندیده بودم اینکه یه چیزی بیاد و زندگی رو از کل محله جارو کنه ببره. آدم ها برای تغییر زندگیشون اول باید زنده بمونن. برای من 11 سال پیش شناخت ونکوور از اینجا شروع شد.
تقاطع خیابان‌های مین و هیستینگز یا به قول محلی‌ها داونتاون ایست ساید، بخش شرقی مرکز شهر. اینجا فقیرترین کد پستی کانادا است. برای سالها از اینجا به عنوان پایتخت فقر، اعتیاد و تنفروشی در آمریکای شمالی یاد شد. علت این که بعد از ورود به ونکوور اول به اینجا آمدم این بود که پیش از ترک ایران 8 سالی در زمینه پیشگیری از اعتیاد فعالیت کرده بودم و در اون مدت بارها اسم ونکوور و این محله به چشمم خورد. بحران از اونجا شروع شد که در سال 2014 متوجه شدیم در ونکوور فنتانیل وارد بازار مواد مخدر شده. 10 سال پیش اولین شغلم رو اینجا شروع کردم. شدم مشاور اعتیاد در یک کلینیک متادون. اون شغل رو تا پاییز سال 2009 داشتم و وقتی راهی لندن می شدم ونکوور رو با این سوال ترک کردم که چرا یکی از بهترین شهرهای جهان نمی تونه فقط این یک محله کوچک رو سر و سامون بده. حالا برگشتم تا بلکه پاسخی برای اون سوال به جا مانده پیدا کنم. جایی که علاوه بر بدترین آمارها زادگاه برخی از بهترین روش‌های مبارزه با اعتیاد هم بوده. مراجعان میان اول اینجا از روی میز هر چی برای مصرف لازم دارن برمی‌دارن. اینجا بود که برای نخستین بار در آمریکای شمالی برای معتادان جایی درست کردن که اونها میتونستن با خیال راحت موادشون رو تحت نظر یک بهداشتیار تزریق کنن و کسی هم نبود که بهشون بگه باید همشون رو به دریا انداخت. اینجا برای زندگی و سرمایه گذاری جذابه. چالش بزرگی شهر مال همه است، نه فقط پول داره. اووردوز یا مصرف بیش از اندازه مواد در 4 سال گذشته آمریکا و کانادا رو به زانو در آورد. اون چه در ونکوور داره روی میده شاهد دیگری بر شکست سیاست‌های مقابله با مواده. این نتیجه مستقیم ممنوعیت مواد مخدره که اجازه کنترل کیفی بر بازار عرضه مواد رو نمیده. بخش مهمی از فنتانیل مصرفی تو ونکوور از چین میاد از طریق پست. 55 تا از دوستای من مردن. اوایل طوری شده بود که هر آخر هفته 3 تا تشییع جنازه می‌رفتن. الان دیگه تو ونکوور هروئینی تو بازار نمونده. هر چی هست یا فنتانیل یا مشتقاتش که تو کف خیابون دست به دست میشه. پارسال 4000 نفر در کانادا و 72000 نفر در آمریکا بر اثر اووردوز جان داد. پلیس قبلا به دنبال کشف محموله‌های کیلویی بود، اما حالا فقط چند گرم میتونه صدها بسته بشه و چندین نفر رو بکشه. هیچ چیز مثل از دست دادن بچه نیست. من همیشه گفتم مرگ اولا روی ذره ذره وجودم اثر گذاشته. هم کانادا و هم آمریکا هر دو وضعیت اضطراری بهداشتی اعلام کردند و بودجه‌های میلیاردی برای متوقف کردن این اپیدمی تخصیص دادند. وقتی خونتون آتش گرفته دیگه وقت حرف زدن از پیشگیری نیست. باید یه سطح آب بردارید و بپاشید رو آتش. اما نمودارها همچنان رو به بالا دارند. برای همین هم اومدم ببینم شهری که در آمریکای شمالی به پیشگامی در روش‌های مبارزه با اعتیاد شهرت داره حالا در وسط این اپیدمی چه میکنه و چطور داره با اون سر و کله میزنه. ادامه این مجموعه گزارش ها از همکارم امیر پیام رو میتونید فردا همین موقع در 60 دقیقه ببینید. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در اولین دور رقابت های زنان آسیای مرکزی 20-0 از ازبکستان شکست خورد. این شکست در تاریخ تیم ملی زنان افغانستان بی‌سابقه است. مسابقات کشورهای آسیای مرکزی با شرکت افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان تا شنبه آینده اول دسامبر امسال در تاشکند پایتخت ازبکستان ادامه دارد. شمیلا کوهستانی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال افغانستان از آرلینگتون از ایالت ویرجینیا در آمریکا با ماست. خانم کوهستانی، نتیجه به نظر میاد که بسیار ناامید کننده است. دلیلش چیه؟ خب دلیل اولش این است که اینا اولین بار با تیمی که بسیار در سطح بلند قرار داره بازی کردن و دوم این که نداشتن منابع درست که بالا اینا هیچ سرمایه گذاری نمیشه در فدراسیون.
پدرشون فوتبال نمیکنن سرمایه گذاری، تمرینات منظم اینا ندارن و همه دوستان شما در جریان هستی که نامنیتی ها همچنان یعنی برشان این نامنیت ها باعث این شده که بالای روح و جسم ای بازیکن ها تاثیر کنه که اینا نتانستن به صورت منظم تمرین کنن. اینا اقلا یک ماه هم نتانستن که تمرینات هر روز روزانه داشته باشن که بتانن آماده شون به می مسابقات. خانم کویستانی، شما خودتون سالها فوتبال بازی کردید، بعد هم آمریکا رفتید، میگید که فوتبال باعث میشه که زنان قدرتمند بشن. از تجربه خودتون بگید چقدر واقعا سخت ممکنه باشه برای یک زن در افغانستان که فوتبال بازی بکنه؟ خب من از همین خاطر هم شبکه‌های مجازی رو دیدم که بسیاری از افغانای ما اینا یعنی واقعا سرزنش کردن همه این فوتبالیست های عزیز ما را که چطور اینا به افغانستان نام بد آوردن، در حالی که اینا اصلا از واقعیت های فوتبال زنان در افغانستان خبر ندارد. مشکلاتی که اینا دارن نه از نگاه فامیلی امنیت، از نگاه امنیت اینا مشکلات بسیار زیاد دارن. خوب و بعدا فوتبال نه تنها به این نیست، ورزش کردن به این نیست که تو باید حتما برنده شوی. ورزش خودش زنای خانما را و زنا را کمک میکنه اعتماد به نفسشان زیاد شوه. مثلا شخصا تجربه خودم، درست از فوتبال در افغانستان شروع کردم اما این باعث شد که من مثلا دنیا را از یک لنس دیگه ببینم، فوتبالرای ملاقات کنم از جهان که اینا باعث پیشرفت. خانم کویستانی، شما اشاره کردید که مشکلات زیادی هست، فکر نمی کنید که در چنین شرایطی شاید تصمیم فدراسیون برای اعزام تیم به این بازی ها درست نبوده؟ در هر صورت این نتیجه ممکنه که باعث سرخوردگی بشه. خب درست است، فدراسیون هم بسیاری کارهای میکنن که سمبولک هست، مثلا اگر اینا واقعیت بخواین زنها را کمک کنن تیم فوتبال یعنی تهداب قوی برش بگذارن، اینا تمریناتشان را منظم میکنن. اینا مثل که برای تیم پسرها از دیگر کشورها ترینرها میارن، واقعا سرمایه گذاری میکنن، بر اینا کمپ های تمرینی ایجاد میکنن، میتونن کمی انوستمنت همی سرمایه گذاری را بالای تیم خانم ها هم انجام بدن، اما واقعا بر اونا مهم نیست. چون خودم باعث یک ورزشکار در افغانستان همیشه میگفتن تیم زنا مهم نیست، اینا جای نمیرسن، از این خاطر یعنی حتی جدی نمیگرفتن که باید تمرینات منظم ما داشته باشیم. وقتی که ما حتی میرفتیم شکایت میکردیم بدن بر ما یک جای را میدادن که تمرینات ما یک دو روز شروع میشد بدن بس توقف میکرد. خب اینا واقعا خودشان جدی نمیگیرن تیم فوتبال زنان را، هر قدر که ما هم کوشش کنیم نمیتونیم که با تیمایی که از ما که درجه بلند دارن تمرینات منظم دارن منابع خوبتر به دست را دارن، ما نمیتونیم با اینا بازی کنیم و برنده شویم. ممنونم از شمیلا کوهستانی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال افغانستان از آرلینگتون آمریکا با ما. تشکر از شما. به پایان این برنامه 60 دقیقه میرسیم. ما از شما خداحافظی میکنیم. شب و روز بر شما خوش.